نوار تصویری که در صفحات مجازی دست به دست می شود نشان می دهد که افراد مسلح در منطقه پل محمود خان مربوط به حوزه دوم پلیس کابل بر شمار از نیروهای امنیت ملی شلیک می کنند. محلی که در چند متری آن ریاست چهل امنیت ملی و وزارت دفاع ملی موقعیت دارد. منابع با آریانا نیوز می گویند که این افراد وابسته به الله گل مجاهد عضو مجلس نمایندگان است که پس از مشاجره لفظی با نیروهای امنیت ملی دست به تیراندازی می زنند. در این رویداد یک سرباز امنیت ملی زخمی شده است. ډیر ډزې شو تقریبا د زیر دویم ته د څلور شاجوره پنځه شاجوره ډزې وشوې لیکن نوې هوایي ډزې هغوی هم روانو کولی او دوی له دېزې کولې دواړه سره لګیا. شمار از اعضای مجلس نمایندگان نیز خواستار بررسی این رویداد شدند. آنان تاکید دارند که نمایندگان مردم نباید پا فراتر از قانون بگذارند. اگر از زورمندا است، اگر از قانونگذارا است، اگر از افراد مسلح غیر مسئول است، باید دولت در این قسمت جدی اقدام بکنه و این افراد جمع آوری بکنند. افغانستان است، در اینجا هر چیز امکان دارد و این کار باید نمیشد. اگر هر کدام وکیل بوده باشد، باید با پنجه قانون سپرده شود. با این حال وزارت امور داخله میگوید که بررسی ها در این مورد آغاز شده و عاملان این رویداد به پنجه قانون سپرده خواهد شد. کسانی که روز گذشته با استفاده از سلاح دست به اخلال امن نظم عامه زدند زیر پایگرد قرار دارند و بازداشت می شوند. خواستیم نظر علی گل مجاهد را نیز در این مورد با خود داشته باشیم، اما با تماس های مکرر وی حاضر به پاسخگویی نشد. پیشتر نیز شماره از اعضای مجلس نمایندگان به زورگویی در برابر نیروهای امنیتی متهم شدند.